از آن بخش کودک با استعداد را با هم دیگر دیدیم و همچنان بعد از او کارتینی را با هم دیگر دیدیم. امیدوار هستیم که کودکان عزیز خوششان آمده باشه و همچنان استفاده کرده باشه. و در این بخش مهمان داریم و یکی مهمان ما کی هست؟ از امیده جان میشنید. بله، گرایش به مواد مخدر یک آسیب اجتماعی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است. بله. این که خانواده چه نقش میتونه در این مورد داشته باشه که فرزندانشان به مواد مخدر روی نیارن و یا که روی بیارن. با بانو شکریه مهدوی بیشتر صحبت میکنیم. سلام بانو شکریه، خیلی خوش آمده. سلامت باشین. با سلام خدمت شما و همچنین یک سلام خدمت بیننده عزیز. امیدوار هستم که خوب باشن، صبح زیبایشان بخیر. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتان هستم. بله، سلامت باشین. تشکر. ما هم شما رو خوش آمدید میگیم. و بانو مهدوی، میشه اول قبل از اینکه بریم نقش خانواده رو بررسی بکنیم، صحبت های روی خود عامل ای که جوانای ما میان به مواد مخدر رو میارن اگر صحبت داشته باشیم؟ بله، شما اگر متوجه شوین اعتیاد واقعا روز به روز زیاد شدن، خصوصا در قسمت نوجوانان. خیلی از نوجوانان ما گرایش پیدا کردن به سمت اعتیاد، به سمت مصرف مواد مخدر. که خوب هست که بیایم علل و عواملش بشناسیم و اینکه خانواده چه نقش در این رابطه میتونه داشته باشه. خب اگر بیایم سر علل و عواملش صحبت بکنیم، سه عامل هست که باعث میشن که اشخاص رو به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا بکنن. یکی که عامل فردی هست، یعنی خود فرد باعث میشه که خودش کنترل نکنه و باعث مصرف مواد شه. مثلا افرادی که عزت نفس پایین دارن، کمبود اعتماد به نفس دارن، افرادی که نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد دارن. مثلا فرض بکنن که فکر میکنن که مصرف و یا مو استفاده مواد مخدر یک نوع احترام ارزش برشان میدن، و یا افرادی که مثلا از لحاظ روانی دچار مشکل باشن، نتونن ایره به دکتر مراجعه نمیکنن و یا خودشان به دنبال درمانش نیستن و چیکار میکنن؟ از راه استفاده مواد مخدر کوشش میکنن حل بکنن ایره. مثلا شما اکثر نگرشی که در بین جوانان هست، سیگاری که استفاده میکنن به خاطر چی استفاده میکنن؟ میگن که به خاطری که باعث میشن که مو افکار منفی و یا مو سختی های روزگار فراموش بکنیم. یعنی یک نگرش داشتن، نگرش مثبت داشتن هم به مصرف مواد مخدر هم باعث میشن که ما بریم مواد مخدر استفاده بکنیم. یعنی افرادی که در کل نگرش مثبت دارن، اعتماد به نفس پایین دارن، عزت نفس پایین دارن و یا که مثلا باور مثبت نسبت به استفاده مواد مخدر دارن و یا اینکه بعضی از بیماری های جسمی و روانی دارن که مزمن هستن، میرن مواد مصرف میکنن. شما اکثریت هم که ببینید در افغانستان وقتی که بعضی از مشکلات دارن، کوشش میکنن برن چیکار بکنن؟ مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا چرس استفاده میکنن. یعنی مشکلاتی هست که وجود داره. و یا اینکه سطح آگاهی افراد پایین هست. مثلا تحقیقاتی که ما کردیم در این قسمت، خیلی از افراد سطح آگاهیشان نسبت به اینکه مواد مخدر چه مضراتی دارن برای استفاده میکنه. و یا اینکه والدین برای بعضی از اینکه طفلشان در قدیم، البته در ولایات خیلی زیاد است، برای اینکه مثلا طفلشان به خواب برن یک سری مواد مخدر بر از ما میتن. یک نقش فردی بود، یه عامل فردی بود. دومین عامل، عامل اجتماعی هست. مثلا شما ببینید که خصوصا در افغانستان دسترسی به مواد مخدر خیلی زیاد هست. یعنی راحت میتونه آدم مواد مخدر رو بخره. و یا اینکه محیط هایی که خیلی مثلا آروده هستن، مثل پل سوخته ای که مورد نظر بگیرید، مگر اطفال ما اونجا باشن چی میشن؟ معرض به خطر هستن. و یا اینکه قاچاقبران راحت خرید و فروش مواد میکنن. و یا مثلا دوستان، کسانی که تحقیقاتی که صورت گرفته، دوستان مثلا خیلی محیط خیلی تاثیر داره. 60% کسایی که رو به اعتیاد میارن، کسانی هستن که بار اول وقتی برشان تعارف شدن مواد مخدر، اونا چیکار کردن؟ استفاده کردن. و یا خیلی از محیط های اجتماعی ما واقعا از لحاظ بگیریم ناامن هست. یا مثلا کسایی که خصوصا فقر در افغانستان خیلی زیاد هست، باعث میشن که خیلی اکثریت رو به اعتیاد بیارن. مشکلات ناامنی زیاد هست و یا خیلی از محیطی، مشکلات محیطی ما واقعا زیاد هست. این محیط های مشکلات اجتماعی ما واقعا زیاد است که رو به اعتیاد میارن. و سومین نقشه که و یا عاملی که باعث میشن که یک فرد رو به اعتیاد بیاره، خانواده هست. خانواده واقعا خیلی زیاد مهم هست، خیلی زیاد مهم هست که امروز ما بحث ما سر خانواده است. خانوادهایی که ناهنجار هستن، یعنی خانوادهایی که از هم گسیسته هستن، خانواده ای که مثلا خود در مدت طلاق شدن. بله. و خانواده‌ای که مثلا فرزندان خود را رها کردن، در خانواده‌ای که خشونت وجود دارد، در خانواده‌ای که اصلا خود پدر و مادر از حالت روانی خوبی مساعد نیستن. بله. یا مثلا در خانواده‌ای که پدر و مادر مصرف کننده مواد مخدر خودشان باشن، باعث میشن که فرزندانشان گرایش به چی پیدا بکنه؟ مواد مخدر. و یا اینکه یک تضاد بین والد و فرزندان وجود داره. مثلا فرض بکنیم فرزندان در این زمان یک سری نیازهایی دارن و خانواده چون در قدیم بزرگ شدن و با اون مفکوره سنتی خود هستن، و از این طرف فرزندان ما میخوان مدرن باشن، یک تضاد بین فرزند و والد وجود دارن و باعث میشه که فرزندان ما رو به اعتیاد برن. پس سه عامل هست،
سه عامل اساسی هست که باعث میشه یک شخص رو به اعتیاد بیاره که ما در این بخش چون ما مثلا قاچاقبران که کسایی که مواد مخدر خرید و فروش میکنن شاید در کنترل من پدر و یا مادر نباشه دقیقا. ولی من حیث یک خانواده من حیث یک پدر من حیث یک مادر ما چه وظیفه‌ای دارم شما اگر ببینید واقعا آسیب های اجتماعی در اجتماع واقعا زیاد شده که اعتیاد و یا به مواد مخدر یک نوع هست مثلا به بزهکاری خیلی از آسیب ها زیاد شده پس مادر پدر مادر های عزیز ما باید خیلی مواظب باشن واقعا ما شخصا میگم که اعتیاد در کمین نوجوانای ما هست اگر پدر مادر هوشیار نباشن چرا چون که اکثر پدر مادرها اکثر خانواده ها 5 سال دیرتر متوجه میشن بله یعنی 5 سال دیرتر از اعتیاد فرزندانشان متوجه میشن و بعد میبینن که دیگه خب تا جایی که ما میبینیم اعتیاد یعنی درمانش واقعا سخت است واقعا سخت است یعنی یک اراده خیلی قوی میخواد یک خانواده خیلی مصمم و با اراده میخواد تا بتونیم که خصوصا در افغانستان که زمین ساز خیلی زیاد است و ترک از این واقعا مشکل است پس خوب است خانواده در این قسمت یکم که معلومات و آگاهی خود بالا ببرن و بیشتر مواظب فرزندانشان باشن تا رو به اعتیاد و یا مواد مخدر بله که یا یکی خانواده ها نظارت ندارن بر فرزندایشان یا بنه بگیم که بی توجه هستن و یکی خیلی خانواده هستن که اصلا خبر ندارن مخصوصا نوجوانایشان که اونا کجا هستن و با کی سر و کار دارن این خودش چقدر نقش داره و یکی اگر خانواده نظارت داشته باشه بر کودکایشان مخصوصا بر نوجوانایشان چقدر میتونه کمک بکنه که فرزندایشان به مواد مخدر روی نیارن شما یک نوع خانواده گفتین که خانواده ای که مثلا فرزندان خود رها میکنن سر خانواده میایم سر خانواده معتاد پرور صحبت میکنیم یعنی چه خانواده باعث میشن که فرزندانشون رو به اعتیاد برن یکی خانواده ای که هستن که از هم گسیخته هستن خانواده ای که مثلا پدر و مادر طلاق شدن و یا مثلا بر اساس بعضی از مشکلاتی که پدر دور هست و یا مادر دور هست اینا باعث میشن که فرزندانشان از مهر و محبت کافی برخوردار نباشن مطمئنا فرزندانی که حالا لازم نیست که حتما پدر و مادر جدا شده باشن میتونن از لحاظ عاطفی طلاق شده باشن اکثر خانواده هایی که مثلا افغانی ما را میبینین پدر مادر زیر یک سقف زندگی میکنن ولی از لحاظ عاطفی کدام رابطه خوبی ندارن پس وقتی خود پدر و مادر وقتی که رابطه عاطفی خوبی ندارن فرزندان در این خانواده آیا از لحاظ عاطفی ارضا میشن آیا نیازهای روانی و عاطفیشان ارضا میشن برآورده میشن نخیر برآورده نمیشن و باعث میشن که فرزندان برن چیکار بکنن نیازهای خود را به شکل ناسالم برآورده بکنن پس اولین خانواده خانواده‌ای که اصلا گسیخته هستن خانواده‌ای که اصلا پاشیده هستن در خانواده‌ای که جنگ و نزاع حتما در این خانواده سر و صدا جنگ هم بیشتر هست و وقتی که سر و صدا و جنگ هم بیشتر باشه اعضای خانواده به صورت درست تربیت نمیشه و دومین خانواده ای که زیاد مثلا اطفالشان معرض به خطر هستن خانواده مستبد و سختگیر هستن مثلا خانواده سختگیر اصلا به خواستهای فرزندانشان توجه نمیکنن به انتخاب ها عقاید فرزندان خود توجه نمیکنن فکر میکنن که تربیت فرزند یعنی که هر چیزی که پدر و مادر گفت باید اون امور فرزندانشان بدون چون چرا قبول بکنن چرا چون که در این زمان وقتی که پدر و مادر این گونه رفتار داشته باشن اطفال و یا عمو فرزندانشان دو رفتار مجزا از هم دیگه میگیرن و اینکه منزوی میشن گوشه‌گیر میشن انزوا طلب میشن و اصلا نمیتونن که رابطه های اجتماعی خوبی برقرار بکنن اصلا نمیتونن که یک دوست خوب برای خودشان انتخاب بکنن چرا چون که هیچ وقت حق انتخاب برای ازی نداره وقتی حق انتخاب برای ازی نمیتن وقتی که عقاید ازی مثلا اصلا یا هیچ ارزشی قائل نمیشن اینا اعتماد به نفس و عزت نفسشان کاهش پیدا کرده و چی میشن منزوی میشن و یا اینکه برعکس پرخوشگر میشن مثلا چرا چون که کودک ها میگن من خصوصا کودکی که به مرحله نوجوانی رسیده و میخواد که یک ذره استقلالیت پیدا بکنه از اینجا نوجوان میگن من یک سری خواسته دارم من یک سری نیاز دارم ولی از اینجا پدر و مادر مقاومت میکنن وقتی که مقاومت کرد از اینجا نوجوان ما یک سری نیاز دارن نیاز به آزادی دارن چون یک چیزی هست که واقعا ژنتیکی هست در درون همه ما وجود داره از اینجا کودکان و یا نوجوانان ما چی میشن پرخوشگر میشن و باعث میشن که از خانه دل سرد شون و بیشتر برن چیکار بکنن در بیرون و وقت خود در بیرون بگذارن و باعث میشن که فرزندانشون رو به اعتیاد برن و سومین خانواده ای که زیادتر یعنی اطفالشان معرض به خطر هستن خانواده ای که مثلا یک از پدر مادر چی باشن مصرف کننده مواد مخدر باشن یعنی یا پدرشان یا مادرشان یا مثلا کاکایشان حالا فرقی نمیکنه یک از اعضای خانواده شان چی باشن
مصرف کننده مواد مخدر باشه، وقتی که طفلی که همیشه ببینه و یا بوی از اون مواد همیشه در بینیش بخوره، او هم کم کم از بوی از او هم دچار چی میشه؟ اعتیاد میشه. و یا اینکه مثلا یک چیزی که خیلی مهم هست، الگوی نامناسب میشه برای فرزندانش، چون فرزندانش هر لحظه او رو مشاهده میکنه که پدر مادر چیکار میکنه، مواد مصرف میکنه. و چهارمین خانواده ای که باعث میشن کودکانشان معرض به خطرشان و رو به اعتیاد و هر نوع بزهکاری بره، خانواده سهل انگار، خانواده ای که فرزندانشان دیگه اصلا دیگه توجهی ندارن، همینطوری رها کردن. در خانواده ای که هیچ قانونی وجود نداره، اصلا سختگیری وجود نداره، سختگیری البته با انعطاف پذیری باشه، یعنی نظارتی وجود نداره، و کودکان همونطور رها شدن، به حال خودشان رها شدن و بزرگ شدن. چون که کودکان یا اینکه مثلا مشکل است، چون اکثر پدر مادرها یا خودشان مصروفیت دارن، مشغول هستن، آنقدر خودشان سرگرم هستن که فرزندان خودمون رو رها کردن، و یا خانواده ای که واقعا خودشان سهل انگار هستن، چون که خودشان با مون تو سهل انگاری بزرگ شدن و فرزندان تعدادشان زیاد هستن و هیچ توجهی نمیکنن، و اینا باعث میشن که یک کمی دچار چیشان مشکل شه. یکی که خانواده از مواد مخدر استفاده میکنه، یکی که اگر خانواده سابقه مصرف از مواد مخدر داشته باشه، آیا در این تو خانواده هم خطری وجود داره که فرزندانش مواد مخدر رو بیاره؟ دقیقه. بله، ما مثلا تحقیقات قبلی که داشتیم، یکی از مادری که واقعا خودش گریه میکرد، چرا؟ چون که شوهرش و یا پدر خانواده اعتیاد داشته تقریبا 10 سال قبل، یعنی 10 سال میشده که اعتیاد داشته و مواد مخدر مصرف میکرده، کم کم مادرش چیکار کرده؟ از جیب فرزند نوجوانش سیگرت پیدا کرده، و واقعا مادرش خیلی نگران بود، خیلی نگران بود. ببینید حالا اکثر خانواده فرض بکنن، میال مثلا بعضی از مادرها پدرها فرض بکنن که یک سیگرت داخل جیب یک نوجوان خود میبینه، خب چیکار میکنن؟ در این موقع شاید خیلی مادرها عصبانی شدن، بیان یک سیلی بزنن، تنبیه بکنن که تو چرا سیگرت میکشی. این هم راه حل نیست. اگر به حال خودشان رها بکنن که هر کاری بکنن سیگرت بکشن، این هم راه حل نیست و باعث میشه شما اگر مثلا تحقیقات خوانده باشین، اکثر نوجوانایی که رو به اعتیاد آوردن، اولین مصرف از کجا شروع کردن؟ از سیگرت شروع کردن. بعد ها ادامه داشته به شیشه و حالا چرس و تریاک و هر آن چیز دیگه میتونه باشه. شما مثلا حالا اگر ما بریم در مراکز معتادینی که برای نوجوانان هست، اگر مصاحبه داشته باشیم همراهشون صحبت بکنیم، اکثریتشون که صحبت میکنن یا در خانواده‌ای بوده که درست خانواده سالم نبوده، خود خانواده از لحاظ سلامت روانی خودشان برخوردار نباشه، خانواده‌ای که واقعا خودشان از سلامت روانی پدر و مادر برخوردار نباشه، شما چطور انتظار داشته باشین که فرزند اونجا به صورت درست تربیت شه، به صورت سالم رشد بکنن؟ و دیگه اینکه زیادترشون گفتن که مثلا دوستهایم تعارف کردن، دوستان بد واقعا میتونه که یک شخص به بیراهه بکشونه. و سومین چیزی که اونا اکثریتشان که میگفتن، میگفتن ما آگاهی نداشتیم، وقتی که مثلا دوست ما تعارف میکردن ما کشیدیم. بله، خوب نکته را یادآوری کردن. در خانواده هایی که یک تعریف از این نشده که مواد مخدر چه ضررهایی داره و تو قواعد بر اونا وضع نشده که اگر مواد مخدر استفاده بکنیم به این خطرات ممکن است مبتلا شویم، آیا این هم میتونه که خطر باشه برای اینکه اون فرزندای و خانواده به مواد مخدر رو بیارن؟ بله، دقیقا خیلی زیاد. مثلا شما حال ما زیادتر، چون یک سالی که در این قسمت کار کردیم برای نوجوانان در بخش همی پیشگیری از مثلا مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد شدن به مواد مخدر، یک چیزی که خیلی مهم است، سطح آگاهی نوجوانان واقعا پایین بودن. از نوجوانای ما که پایین بودن، هیچ، حتی از خانواده های ما پایین بودن. مثلا شیشه رو نمیدونن خانواده ها، اصلا در کلشان اکثرشان شیشه رو نمیدانن که چی هست، عوارضشان نمیدانن، ضررهایشان نمیدانن. فرض بکن در بیرون مثلا وقتی که فرزندشان همیشه در خانه نیست، فرزند وارد اجتماع میشه، وارد جامعه میشه، با انواع دوستا آشنا میشن، اشخاص آشنا میشن، وقتی که اینا رو تعارف میکنن میخورن، یا مثلا قرص اکس، تبلت که واقعا در امیال زیاد شده. شما اگر مثلا گزارشات خوانده باشین، دیده باشین، در بین دختران واقعا خیلی زیاد شده تبلت که، و اکثر دخترها اینا ضررش نمیدارن، ولی وقتی که استفاده میکنن چیکار میکنن؟ بعدا خیلی عوارض بدتری دارن. سطح آگاهی واقعا خیلی پایین هست و این هم کسانی که سطح آگاهیشان پایین هست مطمئنا معرض به خطر هست. دقیقا بانو مهدوی، شما اشاره داشتین روی اینکه خانواده چی نقش می داشته باشه و همچنان چقدر مهم و اساسی هست برای اینکه کودک خود را در راه درست راهنمایی بکنه و همچنان جلوگیری بکنه از اینکه در مواد مخدر رو نیارن. میشه راه های حل ایره بگوین که چگونه میتونیم که ما اصلا جلوگیری بکنیم از اینکه جوانای ما به مواد مخدر رو نیارن؟ ببینید، ما چهار
خانواده گفتیم که اینا باعث میشن که فرزندانشون بیشتر معرض به خطر باشن. حالا اعتیاد یک نوع آسیب‌های اجتماعی ممکن است هر گونه به بزهکاری رو بیاره، دزدی مثلا، خودکشی، حالا هر گونه چیزهایی میتونه باشه. در کنار از این، در مقابل از این خانواده‌ای هستن به اسم خانواده متعادل که باعث میشن فرزندانشان را چیکار بکنن، پیشگیری بکنن از هر گونه آسیب‌های اجتماعی. از هر گونه آسیب‌های اجتماعی میتونه باشه. ما واقعا میبینیم که آسیب‌های اجتماعی و فساد در جامعه ما روز به روز زیادتر میشه. همونقدر که پدر و مادر باید خودشان سطح آگاهی خود بالا ببرن، کوشش بکنن که فرزندانشان هم بعضی از مهارت‌ها را یاد بگیرن. بعضی از مهارت‌ها را که اگر ما یاد بگیریم، خود ما سطح آگاهی ما بالا میره، خود ما توانایی ما بالا میره و باعث میشه که در مقابل که مثلا میبینیم که پیشنهادها و خواسته های نامشروع و خواسته های ناسالم میشه، ما خود ما فکر کرده و این کار انجام ندیم. در قدم اول خانواده خیلی مهم هست، چون که خانواده بستر اولیه چی هست؟ تربیت کودک هست. خانواده ای که مثلا درست است، یک خانواده میتونه یک محل و یا پناهگاه امن کودک باشه، میتونه برعکس هم باشه. میتونه یک محلی باشه که کودکان هر لحظه اونجا دوچار چی باشه؟ آسیب باشه. خصوصا کودکانی که چی دارن؟ فامیل بسرپرست دارن، خانواده بسرپرست دارن، اینا واقعا معرض به خطر هستن. پس در قدم اول ما کوشش بکنیم فضای خانواده و فضای خانه را خیلی امن برای فرزندان خود نگه داریم. مثلا در بین اعضای خانواده هماهنگی وجود داره، در بین اعضای خانواده احترام وجود داره، خصوصا وقتی که پدر و مادر ارزش های همدیگر حفظ بکنن، احترام همدیگر حفظ بکنن، 100% اعضای خانواده هم احترام همدیگر حفظ میکنن. در خانواده ای که تبعیض نباشه، فرق نباشه. شما اکثریت میبینید در خیلی از خانواده های ما تبعیض وجود دارن، بین دختر و پسر، بین فرزندان خود تبعیض میگذارن و باعث میشن که فرزندان ما عقده‌ای شون و باعث میشن که محیط خانه برایشان پدر و مادر مورد اعتماد نباشه. پس کوشش بکنن که تبعیض نداشته باشن. و چیزی که خیلی زیاد مهم هست، کوشش بکنن دوستان فرزندان خود را بشناسن. شما اکثر خانواده رو میبینید وقتی که فرزند نوجوانشان دوستای خود در خانه دعوت میکنن، پدر مادر سر و صدا میکنن که چرا اینا رو دعوت میکنی. به نظر من میگم این خیلی کار خوب هست، این خیلی کار خوبی هست که شما دوستایش رو بشناسین. من گفتم که 60% کسانی که رو به اعتیاد آوردن آمار خیلی کمی نیستن، فیصدی خیلی کمی نیست، 60%. میگه کسایی که رو به اعتیاد آوردن به خاطر چی بوده؟ دوستان ناباب بوده، دوستان ناسالم بودن. حتی باید خانواده دوستایشان رو بشناسن، حتی اگر میتونن خانواده دوستشان رو بشناسن، ببینن در چه سطح فرهنگی هستن تا خدای نخواسته با دوستان ناباب چی نشن؟ دوست نشن. و دیگه اینکه تفاوت سنی خیلی مهم هست، باید تفاوت‌های سنی رو هم بدانم. بله دقیقاً، حرف و سخن بسیار زیاد هست بانو مهدی و سپاس از اینکه اشارات خیلی مهم را داشتین و امیدوار هستیم که خانواده‌های عزیزم توجه بکنن و تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. بله بیندو عزیز، سپاس از شما که تا ما را همراه بودین. این بود داشتای امروز ما که تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوار هستیم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعدی و روزی بعدی همه شما را به خداوند پاک می‌سپاریم. خوش و خوشحال باشین، خدا نگهدارت. تشکر از اینکه با ما بودین. یک جمعه و رخصتی خوش را برتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتان.